متافیزیک چیه؟ چرا یه چیزایی هست که علم نمیتونه اثبات کنه و فراتر از علمه؟ این کلمه متافیزیک رو دیدین چقدر داره تکرار میشه؟ میگن این سری چیزا متافیزیکیه، علم که نمیتونه همه چیزو اثبات کنه با اینها. و میدونید باحالترین چیز چیه؟ همون آدمایی که میگن این متافیزیکه، میگم داداش بگو علم یعنی چی؟ میگه خب علم معلوماته. میگم خب تو نمیدونی علم یعنی چی، کلمه ساینس معنیشو نمیدونی، بعد میگه چیزی فراتر از اون وجود داره. خیلی بانمکه. یه عده میگن ببین علم که همه چیزو نمیتونه، مثلا فراتر از نیروهای فراکیهانی و فلان و اینا قابل تشخیص نیستن و این روش درمانی متافیزیکه و این اصلا توسط علم و علوم بشری قابل تشخیص نیست. زمانی که کسی ادعای متافیزیکی میکنه و راجع به یه چیزی صحبت میکنه که دور از توان بشره، یه سوال ازش باید بپرسی. میگه عزیزم اون متافیزیکی که میگی اینجوری میکنی اثر داره، یا نیروهای کیهانی یا امواج فلان، همه این حرفا، آیا روی بشر و زندگی بشر اثر فیزیکی داره یا نه؟ اگه میگی نه، میگیم خیلی خوب، یه سری نیروها هستن رو ما هم هیچ اثری نداره، خب به ما چه دیستن، چرا با روش صحبت کنم؟ میگم یه سری نیروها هستش از ما میاد رد میشه میره، خب هیچ اثری هم رو زندگیم نداره، پس من اصلا چرا راجبش فکر کنم؟ اما ممکنه ادعا کنی که اکثرا این ادعا رو میکنن که این نیروهای فراکیهانی و نمیدونم انرژیهای پنهان و چیزهای متافیزیکی و موجودات متافیزیکی و اینا روی زندگی انسان اثر داره. مثلا میگه آقا شما میتونی اثبات کنی فلان چیز روی موفقیت آدمو اثر داره یا نه؟ میگم عزیز من اثر داره یا نه؟ جواب منو بده. میگم پس اگه یه چیز متافیزیکی روی یک موضوع فیزیکی، آنچه که در دنیای خودمون میبینیم و لمس میکنیم، اثر میذاره، اثرش قابل سنجشه. خیلی هم میگن که علم بعدن میرسه. میگم باشه، علم بعدن میرسه، تو چطوری رسیدی؟ تو چه ابزاری داری که دانشمندا ندارن، فقط تو رسیدی بهش؟ معمولا اینا خطاهای شناختی مثل confirmation bias‌ه. یعنی چی؟ خطای تایید. من باور دارم هر کسی که این در دوربینو سه بار بچرخونه این رو حالش خوب میشه، باور دارم. بعد میام چیکار میکنم؟ میبینم یکی از فامیلام، عمه جونم، افسرده است. میگم عمه اینو سه بار بچرخون. میچرخونه، هفته بعد خوب میشه. چرا خوب میشه؟ بخاطر اینکه طول دوران بیماریش تموم شده، یا اصلا این قرار بود خوب بشه. بعد میام دیدی خوب شد. چهار نفر دیگه هم اینطوری میبینم، بعد باورم میشه که این موثر، و میگم عقل دانشمندا نمیرسه. بابا بسیاری از بیماری ها خودشون اتوماتیک خوب میشن، سیستم ایمنی ما اتوماتیک اون رو خوب میکنه، ولی به دلیل خطای تایید یا confirmation bias باور داریم یک نیروی هست. به خاطر میگن فلانی ها جواب گرفتن از این روش، این کار میکنه. این به خاطر خطای تاییده. و دانشمندا چی کار میکنن؟ دانشمندا میان با روش های علمی درست و کار آماری پیچیده که عموما آدمای بی سواد نمیفهمن دقیقاً کیا درگیر این خطا میشن، همونایی که سواد آمار و سواد کار علمی ندارن، اونا میگن آه کار کرد، من خودم به چشام دیدم. کار علمی با چشم کاری نداره، با آمار و عدد کار داره. وقتی نمیدونی پی ولیو چیه، بنابراین وقتی بگی فلان چیز کار میکنه یا کار نمیکنه، حرفت فقط مضحکه. بنابراین اگر میبینید انقدر چیزای متافیزیکی براتون جذابه، یه پیشنهاد براتون دارم. یه دوره رایگان داریم به نام علم و شبه علم، اونو نگاه کنید. احتمالا دیگه این چیزا براتون خیلی جذاب نخواهد بود.